سازمان عفو بین‌المللی مدافع حقوق بشر در گزارش اعلام کرده است هرچند بیشتر موارد نقض حقوق بشر در لیبیا از سوی هواداران دگرالقذافی صورت گرفته اما در این حال مخالفین مصالح این کشور نیز دست به کشتار انتقام جویانه و شکنجه طرفداران قذافی زدند که خلاف موازین حقوق بشری است هرچند پیش از این مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقال لیبیا در نخستین سخنرانیش خواهان پایه‌گذاری یک لیبیای دموکراتیک بر اساس اصول اسلامی شده گفته بود حکومت جدید با افکار افراطی مقابله خواهد کرد و زنان نیز نقش فعال در ایجاد دولت جدید خواهند داشت اما عفو بین‌الملل در این گزارش که همزمان با سخنرانی رئیس شورای انتقالی این کشور منتشر شده از این شورا خواسته است مانع نقض حقوق بشر که توسط هوادارانش صورت می‌گیرد شود این گزارش همچنان برخی مخالفان مصالح این کشور را به کشتار مزدوران افریقایی حکومت قذافی و کشتار انتقام جویانه و شکنجه شماره نظامیان هوادار رهبر پیشین لیبیا متهم کرده است از سوی هم محمد العلاقی وزیر دادگستری دولت موقت لیبیا انجام اعمال خشونت‌آمیز توسط مخالفان مصالح این کشور را نیکوهش کرده میگوید افرادی که دست به چنین موارد میزنند نظامی نبوده شهروندان عادی لیبیا هستند